پس از اون که قدرت‌های بزرگ نتوانستن در مورد تحریم‌های تازه علیه ایران تصمیم بگیرن، ایران امروز از این کشورها خواست تا نسبت به موضوع برنامه هسته‌ای تهران رویکردی واقع بینانه در پیش بگیرن. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، به خبرنگاران گفت تهران امیدوار است چنین دیدگاه‌هایی از جانب طرف‌های درگیر در مذاکرات هسته‌ای به نتایج مطلوب‌تری منجر شود. مهمان‌پرست با تاکید بر آنکه بیشتر کشورها حق ایران را برای داشتن فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای پذیرفتن، افزود که برخی از کشورهای غربی باید در برخورد با موضع هسته ایران رویکردی درست و مبتنی بر واقع بینی را اساس کار خود قرار دهند. نمایندگانی از کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین روز شنبه در نیویورک ملاقات کردند تا درباره مناقشه هسته ای به رایزنی بپردازند، اما نتوانستند در مورد تحریم‌های تازه علیه تهران به توافقی دست یابند. چین امروز خواهان انعطاف پذیری بیشتر در قبال بنبست موجود بر سر برنامه هسته ایران شد و دورنمای تحریم‌های تازه علیه ایران را کم اهمیت شمرد. به گزارش رویترز، ماو ژائو، سخنگوی وزارت خارجه چین، به خبرنگاران گفت رویکرد اصولی ما حل مسئله هسته ایران به نحوی مناسب از طریق گفتگو و همفکری بوده است. به افزود ما امیدواریم همه طرف‌ها گفتگو و همکاری را تقویت کنند و رویکردی انعطاف پذیرتر و عملگرایانه تر به نمایش بگذارند. چین برای مدتی طولانی با اعمال تحریم علیه ایران، دومین فروشنده بزرگ نفت و متحد نزدیک آن کشور، مخالفت کرده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، و انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، دیروز پس از مذاکراتی در برلین در مورد تحریم‌های تازه بر سر جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران با آن کشور هشدار دادند. نتانیاهو در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک بار دیگر خواهان تحریم‌های فلج کننده علیه تهران شد. قدرت‌های غربی ظن آن دارند که ایران در پی دستیابی به قابلیت تولید سلاح‌های هسته‌ای است. مرکل گفت آلمان این را روشن ساخته است که اگر مانع ایجاد شده توسط ایران در مورد یک مبادله سوخت هسته‌ای با میانجیگری سازمان ملل متحد پایان نگیرد، قدرت‌های غربی روی یک بسته فراگیر از تحریم‌ها کار خواهند کرد. در تهران، رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز از اظهارات نتانیاهو و مرکل در مورد تحریم‌ها انتقاد کرد و این گفته‌ها را تکراری و غیر سازنده خواند.